دوستان عزیز، به برنامه آشپزی با نارگول خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه چیزکیک انار هستش. چیزکیک ها انواع مختلفی دارن، ولی به دو دسته کلی تقسیم میشن. یک دسته اونایی هستن که در فر آماده میشن و یک دسته اونایی که در یخچال آماده میشن، ولی نوع یخچالیش خیلی ساده تر و آسون تر هستش و امروز ما نوع یخچالیش رو میخوایم انجام بدیم. مواد مورد نیاز: دو بسته بیسکویت پتیبور یا حدود 250 گرم بیسکویت ساده، 400 گرم پنیر خامه ای، دو بسته خامه صبحانه یا 400 گرم خامه، 3/4 لیوان پودر قند، 1/2 لیوان شیر نیاز داریم، 200 گرم کره نیاز داریم، 4 قاشق پودر ژلاتین، 1/2 قاشق چایخوری وانیل نیاز داریم، 4 قاشق پودر ژلاتین قاشق مرباخوری هستش، 1 بسته ژله انار و 1 دونه انار نیاز داریم. بیسکویت ها رو خورد میکنیم، داخل آسیاب برقی یا غذا ساز میریزیم و تبدیل به پودرش میکنیم. بعد از اینکه بیسکویت رو پودر کردیم، الک میکنیم تا خیالمون راحت بشه که دونه درشتی از بیسکویت باقی نمونده. مرحله بعد کره رو روی بخار کتری فقط ذوب میکنیم. کره ذوب شده رو با بیسکویت پودر شده مخلوط میکنیم، طوری که کره کامل به خورد بیسکویت ها بره. مرحله بعد میایم قالب رو آماده میکنیم. قالب بهتره که کمربندی باشه. اگر کمربندی هم نبود میتونید از هر قالب گرد دیگه استفاده بکنید. اگر قالبتون کمربندی بود، یه نایلت به این شکل زیره قالب میندازیم تا راحت تر بتونید چیز کیکتون رو انتقال بدین به ظرف سروتون. بیسکویت و کره ای رو که آماده کردین رو داخل قالب میریزیم. مواد رو با پشت قاشق فشرده و منسجم میکنیم. این قسمت خیلی مهمه که باید کامل فشرده باشه. حالا به جز پشت قاشق شما از وسیله‌های دیگه هم میتونید استفاده بکنید. بعد قالب رو، این قسمتش رو نباید بگیرید یه دفعه باز بشه بریزه موادتون، داخل یه ظرف بذارید به این شکل 30 دقیقه داخل یخچال بذارید. مرحله بعد 1/2 پیمان شیری که داشتیم با 4 قاشق مرباخوری پودر ژلاتین با هم دیگه مخلوط میکنیم. برای اینکه کامل حل بشه به روش بنماری عمل میکنیم، روی بخار کتری قرار میدیم. روی بخار کتری مرتب هم میزنیم تا اینکه پودر ژلاتین کامل با شیر حل بشه. پودر وانیل رو هم به پودر ژلاتین و شیر اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. یه ظرف بزرگ برمیداریم، پنیر خامه رو که داشتیم همراه با خامه با هم مخلوط میکنیم.
و پودر قندی که داشتیم. اول با هم کمی مخلوط میکنیم. پودر قندتون رو حتما علک کنیم. بعد با دور متوسط همزن میزنیم تا یه دست بشن مواد. همه مواد میانی رو با هم ترکیب میکنیم و دو سه دقیقه با همزن میزنیم با دور متوسط. بعد از 30 دقیقه قالب رو از یخچال میاریم بیرون و موادی رو که آماده کردیم خیلی آروم توی قالب روی مواد رو صاف میکنیم و یک ساعت دیگه داخل یخچال قرار میدیم تا کامل خودش رو بگیره. بعد از یک ساعت یک بسته پودر ژله‌ای رو که داشتیم داخل ظرف می‌ریزیم، یک لیوان آب جوش بهش اضافه می‌کنیم و خوب با هم دیگه مخلوط می‌کنیم. اگر دیدیم خوب حل نمیشه به روش بنماری روی بخار کتری نگه می‌داریم تا کامل ذرات ژله داخل آب جوش حل بشه. پودر ژله که کامل حل شد، نصف لیوان آب سرد بهش اضافه میکنیم، کامل با هم مخلوط میکنیم و اجازه میدیم که ژلمون یه مقدار سرد بشه. ژله که کمی سرد شد، میایم به تدریج نیمی از ژله رو اضافه میکنیم روی مواد و داخل یخچال میذاریم تا نیم بند بشه. نیمه دیگه‌ش رو نگه می‌داریم. بعد از اینکه ژله نیم بند شد، میایم یه دونه اناری که داشتیم دون می‌کنیم و دونه دونه روی چیزکیکمون می‌چینیم به هر شکلی که دوست داریم. بعد از اینکه انارها رو چیدیم یا روش ریختیم، بقیه اون ژله اناری که باقی مونده بود رو روی چیزکیک میریزیم و داخل یخچال میذاریم تا کامل ببنده. چیزکیک انار آماده شده، باید انتقال بدیم به ظرف سرومون. چیزکیک انار آماده شد. امیدوارم شما هم این چیزکیک خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما ببینید. ممنون.